بسم الله الرحمن الرحیم. درس امروز خود شروع میکنیم در برنامه اکسل. ما شما اکسل فانکشن ها رو تا جای پیش برده بودیم، از بخش سیمپل خلاص شدیم، سیمپل فانکشن ها، و امروز هم نوبت لوجیکال فانکشن ها رسیده که کارش بکنیم. و در لوجیکال فانکشن به شکل ما پیش از پیش آماده کرده ایم که معلومات به این که وقت ما رو کمتر بگیره. و لوجیکال فانکشن بخش دوم فانکشن های اکسل هست و خود لوجیکال فانکشن به این بخش ها تقسیم شده، از دو جمله به نام سینگل اف، مولتیپل اف، سم اف، کاونت اف، اوریج اف، اف اند، اف اور، اف نات، دیتابیس فانکشن و دیجیت فانکشن که با چند بخش تقسیم شده لیست کردیم. ما بیشتر از این فانکشن ها رو میخوانیم، اما تنها لوجیکال فانکشن و این بخش های زیل تقسیم شده. و ما و شما اولین فانکشن هم که در بخش لوجیکال میخوانیم فانکشن به نام سینگل اف است. سینگل اف به خاطر وضع کردن یک شرط یا یک قانون برای یک ساحه استفاده میشه. فقط یک قانون میتونیم وضع بکنیم، اما مولتیپل اف 1-8 قانون میتونیم وضع بکنیم و استفاده بکنیم. خود سیمپل هم به معنای ساده و آسان معنا میده، لوجیکال هم به شکل معنای لغویش. و حالا میریم به طرف کاری فانکشن ها. شماره اولش هست سینگل اف. سینگل اف جدولش هم اومده کردیم و شما، و فقط میریم کارش هم میکنیم. یک کار دیری انجام میدیم و استفاده میکنیم. ببینین چه کار هست. جدول ما شما شامل آیدی، نیم، جاب، سالری، میتونه در فایل جندر، شماره تلفن، آدرس، ایمیل آدرس، فوتو، همه گپایش باشه. و در ستون آخرش که به نام ریزلت ما گرفتیم، اگر ما در این جدول میخوایم کار بکنیم فانکشن خود، به خاطر کار فانکشن به نام سینگل اف چی کار میکنین؟ در شروع میگین مساوی با اف شفت نو قوس باز. اگر وظیفه کسی که مساوی با تیچر باشد، اگر وظیفه کسی که مساوی با تیچر بود، متن همیشه داخل کوتشن میگیرین. تیچر هست، سایتی هست، هر چیز دیگه هست، همین که متن شد پس همیشه باید داخل کوتشن باشد. در غیر صورت امکان عملی و امکان کارش بر شما نیست. میگین کاما در آن صورت. این کاما به این معناست که در آن صورت چه کار شود. در آن صورت معاشش جمع $500 شود، و یا در آن صورت معاشش جمع $150 شود. و اگر نبود چی؟ این کاما به این معنا که اگر نبود چی؟ اگر نبود نوشته شود you are not in this position. شما همین وظیفه را نداشتین که ما براتون اضافه نکردم، پس کوتشن قوس بسته. به شکل قوس بسته کردین، این بود فانکشن سینگل اف. یک بار انتر کردیم به شکل نتیجه هم برامون شما میده، و درگ اند دراپ میکنیم و با پایین انتقال میدیم، کش میکنیم. کسانی که تیچر است، علی تیچر $200 معاش داره، $150 اضافه میشه اتومات برش $350 میشه. درایورها نوشته هست you're not in this position. تیچر باز هم به شکل اسرار $500 معاش داره، $650 شده و به شکل تیچر باز هم اضافه شده. اگر کسی دیگه اضافه میشه، مثلا کسی به نام الهام، این شخص ادمین است یا بله ادمین، معاش را $500 همین که انتر میکنیم اوتومات در مقابل نامش نوشمش یا ناتون نیست. یک بار که فرمول کار شد، بعد از این دیگه خودش اوتوماتیک کار میکنه و شما دیگه بعد از این کار نمیگیرین و به شکل خودکار کار میکنه. یک بار دیگه تیچر اوتومات برش معاش اضافه میشه. این مثال اولش. مثال دومیش این چیز، فقط ما شما علامه منفی، یعنی همون جمع با منفی در تبدیلش میکنیم. خلاص باز هم میگیم مساوی با اف قوس باز، وظیفه کسی که مساوی با کمی سریع تر کارش میکنیم آیتی باشه، در آن صورت معاش آیتی ضرب 2 شوه، ضرب 3 شوه، اگر نبود نوشته شوه مثلا ساری انتر. مشکل داره کارمون، ببینیم چه مشکل. اینی علامه دش اضافه شده، پس ما حذفش میکنیم به شکل انترش میکنیم. خلاص این دیگه مثالش. ما چیکار کردیم؟ ماش آیتی را سه چند ساختیم، فقط علامه ضرب. و مثال سیمیش باز هم این موضوع، میگم مساوی با اف قوس باز، وظیفه کسی که مساوی با درایور باشه یا مثلا منیجر باشه، در آن صورت معاش منیجر منفی $150 شد، و اگر نبود صفر در خانش. حال مکمل برای ما چین صفر ساخته، بخاطر چی؟ بخاطر منیجر نبود. اگر این منیجر میشه اتومات از ماش 650 کم میشه، اگر این منیجر میشه اتومات از ماش 650
کم میشه. اگر این منیجر میشه اتومات از ماش 150 کم میشه. بشکن این بود منفیش. و مثال چهارمیش میشه فقط شما علامه تقسیم برش اضافه بکنیم. میگم مساوی با F قوس باز جا به کسی که مساوی با ای بار دکتر بود، در آن صورت معاش دکترای ما تقسیم دو شد و اگر نبود صفر قوس باز این ده. حالا هر کسی که دکتر است از معاشش نصف گرفته میشه یا تقسیم میشه، تقسیم دو نصف برابر. این مثال چهارم بشه. و اگر خواسته باشیم فیصدی اضافه بکنیم. بینی این شکلش هم یاد بگیریم باز بریم پیش. اگر خواسته باشیم فیصدی ما شما اضافه بکنیم، فیصدی رو به کدام شکل اضافه میکنین؟ میگین مساوی به F قوس باز وظیفه کسی که مساوی به تیچر بود یا تیچر باشد، در آن صورت معاش تیچر ضرب 50 تقسیم بر 100 جمع بر سالری شود. و اگر نبود دینی صورت باز نوشه کو که You are not in this position. یا مثلا شما همی وظیفه را ندارین یا شما همی وظیفه بله و فارسی بگیم رفت شما همین وظیفه نیست، فقط همین میشه. پس قوس باز بکنیم یا اینکه بسیار کوتاه یک صفر بتونیم برش میگم صفر قوس بسته همین که انتر کردیم. بیاین ببینین حالا 50 فیصد گفتیم معاش تیچر هست 200 200 فعلا 50 فیصد 200 میشه 100 100 جمع 200 میشه 300. مثلا اگر این میشه معاشش 500 50 فیصدش میشه 2500 2500 جمع 500 7500. یعنی ضرب 50 به این معنی معاشش ضرب 50 50 فیصدش شن میشه اول تقسیم 100 شد تا به این مرحله 50 فیصدش برای ما پیدا میکنه. همین که جمع گفتیم پس دوباره یعنی جمع معاشش شوه. این بود مثالش. باز اگر یک مثال دیگه کار بکنیم از همین فانکشن سینگل اف، یک شیت نو ایجاد کردیم، یک معلومات هم درش میکنیم در قسمت میگم آیدی هست، نیم هست، پروگرام هست، مثلا سکور هست و همچنان کورس هست، مثال و ریزلت هست، سکور، نمرش بله، سکور، نمرش و همچنان ریزلت، نتیجهش این شکل میگم 2, 3, 4, 5, 6 نفر میگم شماره جدول است، احمد، کمال، رامین، سیار، قسیم و نسیم. ای اشخاص میگم ای ورد میخوانه، اکسل میخوانه، اکسس میخوانه، پاور پاید میخوانه و به این شکل فوتوشاپ میخوانه و اکسس. در کجا؟ در ALC و ALC رو تکرار تایپ میکنیم و نمره که در امتحان این برنامه گرفتم فرمسال 80، ای 55، ای فرمسال 50، ای 65، ای 45 و این نفرم 80 مثلا 2. دینی جا میخوام یک فرمول کار بکنم که کسایی که نمره بالاتر و مساوی و 55 گرفته کامیاب باشن و کسایی که از 55 به پایین گرفته باید تو شخص در مقابل نامشن ناکام نوشته شد. پس به شکل یک جدول جور میکنم، میگم مساوی به F قوس باز نمره کسی که بزرگ و مساوی به 55 باشه، در آن صورت شخص نوشته شده برش تو کامیاب هستی. مثلا به فارسی نوشته میکنیم کامیاب بله به شکل باز کامه. اگر نبود چی؟ اگر نبود نوشته شده که ناکام قوس بسته انتر سعی کنین آله ما شما به شکلی که میبینید یک نفر درج میشه مثلا مشتبه فرمسال اکسس میخوانه ALC نمرش در امتحان بوده 56 همی که انتر میکنه میگه اوتومات کامیاب. اما یک نفر دیگه مثلا به نام الهام بله آیدیش شماره 8 میگم کسی به نام ساحل ورد میخوانه در ALC نمره که گرفته 54.5 اتومات ناکام میشه.
و هر چقدر نفر که لیست میشه در اینجا دیگه نظر به می قانون ما شما یا نظر به می فرمول ما شما نتیجهش نمرهش همه چیزش تنظیم میشه. این بود فانکشن سینگل الف، ما شما کارش کردیم و استفادهش کردیم. حالا میریم و پیش مولتیپل الف. مولتیپل الف ما گفتیم از 1 الی 8 قانون میتونیم وضع بکنیم و استفاده بکنیم. ببینین این چه قسم کار میشه. اینجا ما شما میخوایم کار بکنیم، میگم مساوی با اف قوس باز وظیفه کسی که مساوی با تیچر بود، در آن صورت معاش تیچر، در آن صورت سالری تیچر ضرب 50 تقسیم بر 100 جمع معاش شود. باز کاما باز اف باز قوس باز، باز میگم وظیفه کسی که مساوی ای بار با دکتر بود، در آن صورت معاش دکتر تقسیم 2 شود. باز کاما باز اف باز قوس باز، اگر وظیفه کسی که مساوی با منیجر بود، در آن صورت منیجر، در آن صورت معاش منیجر ضرب 2 شود، دو چند شود. باز کاما باز اف باز قوس باز، اگر وظیفه کسی که ای بار مساوی با انجینیر بود، در آن صورت معاش انجینیر منفی 150 شود. باز کاما باز اف باز قوس باز، اگر وظیفه کسی که مساوی با ای بار مثلا آیتی بود، در آن صورت معاش آیتی جمع 200 دلار شود یا 200 افغان شود. باز کاما باز اف باز قوس باز، اگر پیش میرین به این شکل شما میتونین قانون را پیش ببرین، فرمول را پیش ببرین. اگر نمیگم بس از دیگه همین 5 فرمول بس است. اگر نبود چی پس؟ اگر نبود نوشته در خانه دمو خانه سفر، و اگر نبود پس معاش شو نبرش داشت شو. پس قوس بسته 1 2 3 4 5، 5 قوس باز کردیم، 5 قوس بسته میکنیم تا اینکه رنگ سیاه را بر خود بگیره. انتر این شکل. احمد دکتر است، 100 دلار معاش میگرفت، بله تقسیم دو گفته بودیم دکتر را، بله دکتر را به می شکل اگر بوده فرمول ما شما تقسیم دو شد معاشش، پس تقسیم دو شده. انجینیر منفی 150 شده، منفی 150 شده. درایور را هیچ چیز نگفته بودیم، پس معاشش آمد برای ما شما. و آی تی را گفته بودیم که جمع 200 شده، جمع 200 شده. تیچر را گفته بودیم که 50% برای معاش اضافه شده، 50% برایش اضافه شده. منیجر را گفته بودیم که معاشش دو چند شده، دو چند شده. این بود لوجیکال یک مثالش. مشکل خونه است دیگه. پس میریم پیش مثال دیگهش. مثال دوم مولتیپل اف که ما شما دینی جدول کار گرفتیم. البته یک گوشه از جدول است، میتونه معلومات بیشتر از این باشه و همچنان نی فانکشن در بخش خدمات قرضه و یکان بانک، یکان خدمات قرضه کوچک اگر می باشه، میتونیم از این فرمولا در اکسل استفاده بکنیم و خوب یک دیتابیس بسازیم. اما یک مثال بسیار ساده ایش است که ما شما در اینجا کار میکنیم. به شکل میگم مساوی با اف قوس باز، من کمی دورتر بسازم صفحه ما تا مکمل فانکشن دیده شد. مساوی با اف قوس باز، یک شخص آیدی نیم پوزیشن لون پیمنت ریزالت ما جدول داریم. میگم نفر به نام عمر که دکتر هم هست، یک لگ از ما لون میگیره یا قرض میگیره، پس دوباره پرداختش یک لگ است. پس نام مقابل نامش نوشته شد، تو مجبور نیستی دیگه برای ما پیسه پرداخت بکنی. یک لگ خودت قرضدار بودی، یک لگ آوردی، پس مشکل نیست دیگه. اما کسی که اگر از یک لگ پایین میاره، باز اتومات نوشته شد تو اینقدر دیگه باید برای ما بیاری. باز ما شما باید اینجا یک ستون بر تاریخش بگیریم که در کدام تاریخ گرفته، در کدام تاریخ پس میاره، و اگر نور چه کار شوه، اگر اور چه کار شوه. به شکل شما میتونین جدولتان را پیش ببرین و استفادهش بکن. پس میگم اگر قرضت مساوی با پیمنتت بود، همین لونت مساوی با همین قرض، یعنی بر مساوی بر پرداخت بود، در آن صورت نوشته شده you don't have to pay، you don't have to، تو مجبور نیستی کدام پیسه دیگه برای ما چیزی پرداخت بکنی. کاما اگر نبود، کاما کانکتونیت قوس باز، you have to pay، تو مجبور هستی که برای ما پیسه پرداخت بکنی. در کدام صورت؟ در صورتی که قرضت منفی پیمنتت شد، یعنی اگر چیزی باقی مانده بود، پس مجبور هستی دیگه برای ما پیسه پرداخت بکنی. کاما کوتشن فاصله کوتشن کاما کوتشن، بله در قسمت ما
وقتی اینجا انتخاب کردیم، اینجا ما باید یک کاما بتیم، کاما کوتشن فاصله کوتشن کاما. باز دین قسمت هم نوشته میکنیم کوتشن مور، باز کوتشن باز قوس بسته. همی که انتر میکنیم صحیح کنیم. عمر دکتر است، یک لک قرض گرفت، یک لک آورد. یو دونت هاف تو بی، تو مجبور نیستی دیگه برامو فایسه پرداخت بگونی. اما یک کسی الهام، این شخص تیچر است، این قرض گرفت از ما 35,000 افغانی، اما پرداخت کرده 33,500 افغانی. تو چند دیگه باید برامو پرداخت بکنی؟ 1500 افغانی دیگه. اما یک نفر دیگه برامو مشتبه، مثلا تو آیتی هستی و قرضم 45,000 از ما قرض گرفتی، پس دوباره 45,000 پرداخت کردی، پس هم مقابل نامش نوشته میشه you don't have to pay. در اینجا ما شما اختیار داریم که همین متن ما را فارسی نوشته بکنیم یا انگلیسی. و اینی که کاما و کوتشن زیاد شده به این معنا که اینی اگر متوجه باشین you don't have to you have to pay باز یک فاصله است، باز پیسه اومده، باز فاصله، باز مور. امی کوتشن فاصله یک فاصله است که ما شما اینی قسمت فاصله دادیم و ای کوتشن فاصله، باز کوتشن، ای فاصله که در قسمت پیسه یا پول آمده از این به میخاطر است که شما زیاد کوتشن کار کرده. می بود مثال دومی است مولتیپل هیف. و مثال سیومیش، مثال سیومیش میتونه در دانشگاه زیاد استفاده شوه، دیگه در دانشگاه حتما کار هم میشه. مثلا یک دانشگاه مدیریت تدریسیش یا مدیر تدریسیش باید حتماً این فانکشن یاد داشته باشه، با استفاده از کندیشنال فرمت و این فانکشن میتونه خوب استفاده هم بکنه. مثلا سمستر امتحان گرفته، کسایی که کامیاب شده کامیاب، کسایی که چانس شده چانس، نیکسیار نیکسیار، محروم محروم، به این شکل باید در بخش نتایجشون کار بکنن این فرمولا و استفاده بکنن. این خب فعلا یک مثال است. میگم مساوی با اف قوس باز کسی که نمرهش بزرگ و مساوی با 355 بوده، در آن صورت شخص کامیاب شده در طب. باز کوتشن کاما در شروع امتحانات چون هم میشه این استفاده بکنه. مثلا ماه عمل شده و یا میخواین جذب بکنن محصل به رشته های مختلف، وقتی امتحان میگیرن باز بخاطر نصب امو نتایشان و یا بخاطر اعلام نتایشان باز میشه که از این استفاده بکنن که اینی نفر رو دینی رشته، اینی نفر رو دینی رشته. خب به اساس انتخاب میشه استفاده خود داشته باشن از این فرمول. پس کسی که 355 میباشه و 355 نمیگیره، میره مثلا 345 میگیرم، در آن صورت شخص کامیاب شده در طب. باز کوتشن، باز کاما، باز اف، باز قوس، باز. کسی که نمرش بزرگ و مساوی با 330 می باشد، در آن صورت شخص کامیاب شد در حقوق. باز کاما، باز اف، باز قوس، باز. کسی که نمرهش بزرگ و مساوی با 315 می باشد، یا مثلا 310 و 310 با بالا، در آن صورت شخص کامیاب شد در دسات. باز کاما، باز اف، باز قوس، باز. کسی که نمرهش بزرگ و مساوی با 295 می باشد، در آن صورت شخص کامیاب شود در مثلا ادبیات. بله ادبیات. باز کاما، باز اف قوس، باز. کسی که نمرهش بزرگ و مساوی با چند باشه، فرض مثال 270، در آن صورت شخص در چی کامیاب شود؟ در مثلا تعلیم و تربیت یا مثلا در زراعت. زراعت. باز کاما، باز اف، باز قوس، باز. کسی که نمرهش بزرگ و مساوی با 230 باشه، در آن صورت شخص در تعلیم و بله تعلیم و تربیه کامیاب شد. باز کاما، باز اف، باز قوس، باز. باز پیش میریم به این شکل میگم کسی که نمرهش بزرگ و مساوی با 200 نباشه و از 200 هم به پایین میباشه، خب برش هیچ. اما از کسی که بین 200 الی 230 میگیره، در اون صورت شخص برش کن نوشته شده که تو بی نتیجه هستی، بی نتیجه. بی نتیجه.
باز به میشکل کاما باز اف باشن باز کاما باز اف باز قوس باز کسی که نمرش بزرگ و مساوی به 150 و بعد در آن صورت شخص ناکام. بله ناکام و قوس بسته. اگر نبود چی؟ اگر نبودش هم شما میتونین پایین تر از دوره تعیین بکنین. میگم نخیر قوس بسته 1 2 3 4 5 6 7 8 و بیشتر از هم اگر کار کرده باشیم مشکل نیست، میتونه جو برام اجازه بده. اما ما همین 8 مثال شد وقتی این تر میکنیم به این شکل میبینیم دیگه. حالا نتایجه ببینین. عمر نام پدرش هم عمر در مکتب باختر، مثلا از مکتب باختر بوده، نمرش 355 شخص در طب کامیاب شده، 320 اقتصاد، 345 طب. اگر اینی 344 میشه اتومات حقوق میشه، مثلا اینی 325 میشه اتومات اقتصاد است، 330 به شکل حقوق از 330 الى 345. و یک نفر در قسمت نمرش میشه 190 ناکام، میشه 210 به نتیجه، باز هم میشه 200 مثلا 201 به نتیجه 150 ناکام. این شکل ما میتونیم استفاده بکنیم از این فرمول و از این فنکشن استفاده خود داشته باشیم. روز بعدی بخیر پیش میبریم فنکشن به نام کاونتف و سمیف و میشکل پیش میبریم فنکشن بعدی. شالا که بعد از این چند دانه مونده شاید فردا بخیر 1 2 3 5 فنکشن یا 6 فنکشن دیگه شو بخونیم که عبارتند از کاونتف، سمیف، افرجف، افند، افور، افنات. هر 6 دانش یک جای خلاص میکنیم. وقت کم میگیره، وقت زیاد نمیگیره. پس بر امروز درس خود در اینجا ختم میکنیم. این بود درس امروز در فنکشن های اکسل.